یکی از پیامدهای زندگی در دنیای ارتباطات امکان سوء استفاده و اخاذی به کمک تصاویر خصوصی و محرمانه است. نرم افزارها و وبسایت‌هایی که جوان‌ها و غیر جوان‌ها برای مبادله عکس‌های برهنه یا پورنوگرافیک از خودشون استفاده می‌کنند، اون‌ها رو در برابر باجگیران آسیب‌پذیر می‌کنه. سکس چت مخصوصاً از نوع تصویریش با غریبه‌ها ممکن از یک تفریح سری به دردسر بزرگی تبدیل بشه. ضمن اینکه در بعضی موارد کسی که عکس‌ها و فیلم‌ها رو منتشر می‌کنه یا از قربانی اخاذی می‌کنه، غریبه نیست، بلکه همسر یا دوست سابق اوست. امروز از شما می‌پرسیم آیا در این زمینه تجربه‌ای داشتید؟ اصولاً در روابط آنلاین یا در انتشار عکس‌های به اصطلاح خصوصی تا چه اندازه محتاط یا بی‌پروا هستید؟ جایی که شما زندگی می‌کنید، اگر قربانی باجگیری‌های این چنینی بشید، آیا خانواده، جامعه و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از شما حمایت می‌کنند؟ از راه‌های مختلف می‌تونید در برنامه امروز ما شرکت کنید. شماره تلفن‌های ما روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید: 2044-207-765-2077، 2044-207-765-2078. می‌تونید به ما اس‌ام‌اس بفرستید: 2044-786-2063-333. منتظر تماس‌های شما هستیم. از اینترنت گفتیم، امروز فرانک عمیدی هم اینجا با منه تا به ما بگه که در اینترنت درباره موضوع چی گفته و شنیده میشه. مرسی نیکلاس. سلام، من هم امروز با شما هستم تا از تجربه هایی که شما با ما در میون گذاشتین بگم. با وجود اینکه صحبت کردن درباره موضوع امروز راحت نیست، ولی بسیاری از شما حرف دلتون رو با ما زدین. متشکرم از این بابت. البته پیام های شما رو هم در طول برنامه خواهم خون که از این راه ها میتونین به دست ما برسونین. facebook.com/bbcpersian، شناسه تویتر ما هم هست @bbc شما و ایمیل ما هم هست shoma@bbc.co.uk. ولی فعلا برگردیم به نیکلاس و تلفن‌های شما. مرسی از فرانک. بریم اولین شرکت کننده های امروز رو وارد برنامه کنیم. سارا رو داریم از اروپا و احمد هم از همدان به ما ملحق میشه. من با سارا شروع میکنم. سلام به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه. سلام، متشکرم. خانم سارا، شما احیانا تجربه‌ای در این زمینه داشتید که بخواید با ما در میون بگذارین؟ بله، راستش من خودم کسی هستم که این تجربه داشتم و میخواستم در مورد همین قضیه هم صحبت بکنم. بفرمایید، شما با فرد غریبه‌ای بود که احیانا از شما اخاذی میکرد یا میشناختینش؟ راستش قضیه اخاذی در کار نبود. من 2 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و تقریبا بعد از 1 سال رابطه، یک بار که ما با هم رابطه جنسی داشتیم، من متوجه شدم که دارن از من فیلم میگیرن و من یه وقت دیگه متوجه شدم. بعد که فهمیدم 3 فیلم کوتاه از من گرفته بودن، توی گوش موبایلشون بود، من همون لحظه ازشون خواستم که با اصرار خیلی زیاد راضی شدن که اجازه بدم من گوشیشون رو چک بکنم. من فیلم ها رو دیدم و یکی از فیلم ها رو بلافاصله، قبل از اینکه ببینم بلافاصله یکی از فیلم ها رو دیلیت کردم. اما همون لحظه به ذهنم اومد که اینا هیچ فایده نداره، این آدم میتونه اگر بخواد این فیلم ها رو برگردونه دوباره. و همینطور من خیلی وارد نبودم که با گوشی ایشون کار بکنم، به خاطر همین خیلی هم حالم بد شده بود و گوشی بهش پس دادم با 2 تا از فیلم‌های من و اون آقا رفتن و من هیچ اقدامی نکردم و در واقع به هیچ وجه نتونستم از خودم دفاع کنم و اصلا مونده بود، اصلا نمیدونستم باید چه کار بکنم. بعد یعنی با خیلی من اذیت کرد این اتفاق. یعنی بعد تا مدت ها من به این قضیه فکر میکردم، یعنی که من چه کار باید بکنم و اصلا بلد نبودم چطور باید از خودم دفاع بکنم. از جای اومده بودم که دفاع کردن از خودم بلد نبودم. همیشه در مقابل همچین چیزایی باید ما دخترها سکوت میکردیم و منم تنها واکنشی که نشون دادم سکوت بود. شما الان چند سال از این حادثه میگذره؟ 1 سال تقریبا از این حادثه میگذره. شما فکر کردید یعنی این آقا داشت از شما یواشکی فیلم میگرفت یا اینکه فکر میکرد این قضیه اوکیه و شما مشکلی باش ندارین؟ نه، این آقا قبلا در مورد این قضیه با من صحبت کرده بود و من مخالفت کرده بودم که این کارو بکنه و یواشکی این فیلم از من گرفتن که من خیلی اتفاقی متوجه شدم. و بعد وقتی که ازش خواستید که پاک کنه، مقاومت میکرد، سعی میکرد که قبول نکنه؟ خیلی مقاومت میکرد برای اینکه و انکار میکرد که این کارو نکرده و وقتی که مطمئن شد، یعنی چاره نداشت، مطمئن شد که من فهمیدم که از من فیلم گرفته، مجبور شد که گوشی رو من بده که من ببینم. ولی راستش من دقیقا به خاطرم نمیاد، چون اون موقع خیلی حالم بد بود، یادم نمیاد که
دو تا فیلم باقی مونده رو پاک کرد، یعنی که به من گفت که پاک میکنه. من یادم نمیدارم چه اتفاقی افتاد، ولی خیلی هر وقت که به این جریان فکر میکنم چقدر سخت بود برامی که بدترین اتفاقات زندگیم بود، اما چرا ساده از کنارش گذاشتم و چرا از خودم هیچ دفاعی نکردم. فکر میکنید که شما از این تجربه چه چیزی یاد گرفتید؟ آیا الان اگه با شخص جدیدی آشنا بشید مثلا از قبل باش تهی میکنید که من در رابطم این جنبه ها رو نمیخوام، فیلم برداری، عکس برداری، مسائل این چیزی پیشا پیش سعی میکنید که حل کنید، یا اینکه به فرد اعتماد میکنید و میبینید که چطور میشه؟ راستش من بعد از اینکه اتفاق افتاد من خیلی اعتمادم و نسبت به آدم ها از دست دادم. این اتفاق خیلی باعث شد که من نتونم دیگه به کسی اعتماد بکنم، چون من پیشا پیشم به این آقا گفته بودم که نمیخوام از من فیلمی گرفته بشه، ولی بازم این کار رو کردم. من فکر میکنم الان که این اتفاقا خیلی داره رایجه و خیلی داره بیشتر میشه روز به روز، من فکر میکنم به جای این که ماها هممون بیایم یه چاره پیدا بکنیم برای اینکه چطور با این دخترها و پسرهایی که حالا جوون یا نوجوونی که قربانی این اتفاقا میشن چطور برخورد بکنیم و مشکل حل کنیم، من فکر میکنم بهترین کار اینه که ما بریم سراغ بچه هامون، فقط بچه هامون، به دختر و پسر آموزش بدیم که برای نسل آینده همچین چیزی از بین بدم، چیزی ریشه‌کن بشه. من اگر از بچگی به من یاد داده میشد که من میتونم از حقم دفاع بکنم، اینکه اگر در رابطه ای کسی از من سوء استفاده میکنه و یا تعرض میکنه من مقصر نیستم و من بتونم حرفمو بزنم، وقتی که من بزرگ میشم و به این سن میرسم توی سن 26 سالگی 27 سالگی من توانایی داشته باشم که خودم دفاع کنم، حداقل بدونم باید چه کار بکنم. اگر که قرار بود که سوء استفاده از این قضیه بشه، من میخوام بدم نگرانی شما بیشتر از این بود که حالا تصادفاً این فیلم دست کسی بیفته و شما از این بابت خجالت زده بشید، یا اینکه فکر میکردی واقعا مثلا یه فرد خاصی، مثلا کارفرمای شما، محل کار، همکارا، خانواده این عکس‌ها رو ببینن و پیامدهای جدی‌تری هم براتون باشه؟ راستش خب من ایران زندگی نمی‌کنم، کشوری هستم که قوانین خیلی از من حمایت می‌کنه، کسی نمی‌تونه از این فیلم‌ها اخاذی بکنه و یا از من بخواد اخاذی بکنه. و من خیلی در مورد این قضیه فکر کردم. ابتدا من بیشتر ترسم از این بود که خانواده و دوستان این فیلم رو ببینن، ولی با اینکه بخاطر اینکه مدت‌ها بهش فکر کردم یه با این قضیه کنار اومدم. من این فیلم رو پذیرفتم و تصمیم گرفتم که پای این فیلم وایسم و اگر زمانی، برای من خیلی سخته، دوست ندارم این اتفاق بیفته، ولی اگر زمانی این فیلم دیده بشه از طریق هر کسی، خانواده، جامعه، دوستان، از طریق هر کسی، من پاسخگو هستم. یعنی من میتونم بگم که این بخشی از زندگی منه، همینطور که من غذا میخورم، همینطور که من میرقصم، همینطور که مهمونی میرم و فیلم های اینا موجوده، این سکس هم بخش زندگی منه و من نمیتونم به خاطر این آسیب به خودم بزنم و یا تمام عمر شرمسار باشم. یعنی فکر میکنید که این رویداد ناخوشایند شما رو به نوعی یک فرد قوی تری کرد که از حقوق خودتون آگاه تر بشین و بخواید که از خودتون و حق خودتون برای داشتن رابطه و انتخاب سبک زندگی خودتون دفاع کنید، درست میگم؟ 100%. خیلی اتفاق تلخی بود و هرچند که خیلی از اعتماد منو سرد کرد، خیلی اعتماد منو کم کرد نسبت به آدما، ولی در عوض خیلی منو قوی تر کرد. بسیار عالی. من متشکرم از سارا که این خاطره رو برای ما تعریف کرد. اجازه بدین که برگردیم به سراغ یک شرکت کننده دیگه. خدافظی میکنیم از سارا در اروپا و باز هم در اروپا میمونیم، این بار میریم به آلمان. روبرت از آلمان به ما ملحق میشه. خیلی خوش اومدید به برنامه ما آقای روبرت. شما احیانا چه تجربه ای دارید یا چه نظری دارین که در رابطه با این موضوع میخوایم مطرح کنیم؟ والا تجربه آنچنان بزرگ هستش به خاطر اینکه با یکی از نزدیکانمون همین اتفاق افتاد. خیلی هم مشکل شد واسه اون دختر جوان، ولی خب بالاخره باعثی نمیدونم باعثی حمایت کرد. این کسایی که اینجور چیزا میشه اتفاقاتون بارشون میفته باعثی حمایتشون کرد، نه باعث تنهاشون گذاشت. دختر جوان که اشاره میکردید خانمی بودن که در برنامه شرکت میکردن یا اینکه شخص دیگری هست که شما میشناسید؟
نه شخص دیگه، نه کسی نه با نه کسی دیگه هستش که من میشناسم. بسیار خوب، میخواید از یه خورده به ما بگین که دینامیک این داستان به چه صورت بود؟ اینترنتی بود؟ آشنا بود کسی که اخاذی میکرد؟ در نهایت قضیه به خوبی و خوشی حل شد؟ متاسفانه آشنا بود، متاسفانه آشنا بود. اینا جمع میشن یه جا تولد و فلان، اینا با یکی آشنا میشه، بعد از مدتی ازش متاسفانه فیلم میگیرن با خیلی زننده و فلان اینجور چیزا. صحیح. این حمایتی که شما اشاره میکردید به نظرتون به چه صورت باید باشه؟ حالا شما در آلمان هستید، فکر میکنم که در حال ساختار قانونی هم برای حمایت از قربانی ها باشه، ولی بحث خانواده هم هست نه؟ بعضی وقتا فرد قربانی در واقع جایی نداره که بهش پناه ببره، نه جامعه، نه دستگاه قضایی و قانونی و نه حتی خانواده خودش. درسته، البته خانواده خیلی مهمه، یعنی نقش اول خانواده بازی میکنه، پدر، مادر، خواهر، برادر، هر کی که هستش، اونا نزدیکترن تا دایی یا عمو، بعد بایستی حمایت بشه، بایستی به خاطر اینکه دختر هستش نباید بهش بگن مقصر خودت بودی، چشت کور، غلط کردی رفتی، نباید میرفتی، حالا که رفتی آششو بخور. این درست نیست، این حمایت نیست. یعنی فرد قربانی رو مقصر قلمداد میکنن و تازه او رو سرزنش هم میکنن که چرا قربانی شد. بله بله، اصلا خیلی شده، من حتی خیلی نزدیک بوده که طرف اصلا خونه بیرون کرده، حتی عموی همین طرف هم بچه رو راه نداده تو خونه، گفته برو بیرون. این چه حمایت باید بشه؟ اگه قانون حمایت نمیکنه در جای دیگه، اروپا فرق میکنه، اروپا حمایتش 100% از اون کسی که این مشکل براش پیش اومده حمایتش میکنه، بایستی حمایتش کرد، شرمساری نباید باشه. هیچ خانواده نمیتونه بگه این اتفاق افتاده، من عمرم به پایان رسیده، نه از این چیزا نباید باشه. بسیار خوب، متشکر هستم از روبرت در آلمان. اجازه بدین که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی از شما خواسته بودیم که تجربه‌های خودتون در این زمینه برامون بفرستید. بعضی از این تجربه‌ها رو که برامون فرستادید تبدیل به ویدیو کردیم که البته تصاویر و صداهایی که می‌بینید یا می‌شنوید واقعی نیستند. گاهی وقتا صدای گوینده این تجربه رو کمی تغییر دادیم که هویتشون محفوظ بمونه. اولین ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. من متأهلم و بچه دارم. 20 همین ماه، یعنی 10 روز پیش، SMS به من رسید که ما از شما عکس داریم و 20 میلیون برای ما باید بیارید تا ما اینا رو در اختیار خانواده هاتون قرار ندیم. بهترین دیدم که برم و شکایت کنم. رفتم دادگاه، در نهایت به من یه نامه دادن که نامه رو خودت ببر مخابرات که این شماره رو استعلام بگیرن ببینن شماره مال کجاست، آدرسش چیه. ما به این آدرس نامه می نویسیم که بیا اینجا پاسخگو باش، اگر نیومد جلبش میکنیم. و در نهایت بهشون گفتم که خب حالا الان اگر دوباره به من زنگ بزنه من باید چی کار کنم. به من گفتن که چون جرمی واقع نشده و در واقع اون پولی هنوز نگرفته، ما هیچ کاری نمی کنیم. حتی اگر تهدید به قتل شما رو کرده بودن، باز هم جرمی واقع نشده بود، ما هیچ کار نمی کردیم. یعنی شما اول باید کشته می شدی. و تنها کاری که تونستم بکنم این بود که از طریق آشناهایی که خودم داشتم، لابیایی که خودم داشتم، تونستم شماره رو زودتر از مخابرات یه سری اطلاعات ازش بگیرم. براش اسمس دادم، شماره نامه و اینا رو براش نوشتم و نوشتم که من این شکایت رو کردم و تا آخرش هستم، تا جایی که تو رو بیچاره کنم هستم. بعد از اون دیگه نه تماسی گرفت نه اسمسی زد. من هنوزم میترسم. یکی از تجربه هایی بود که در روزهای اخیر از شنوندگان یا بینندگانمون دریافت کردیم. بریم سراغ دو تلفن دیگه. از فراه در افغانستان حکمت الله رو داریم و خانم زهرا از فرانسه به ما ملحق میشه. ضمن اینکه یکتا از هرات در افغانستان از طریق اسکایپ به ما ملحق میشه. من شروع میکنم با خانم یکتا از هرات. خیلی خوش اومدید به برنامه. طبیعتاً جایی که شما هستید با اروپا، پیشتر روبرت رو از آلمان صداشو میشنیدیم، خیلی فرق میکنه. شما چی دارید که به ما بگید درباره احیانا تجربتون و وضعیتی که اونجا حاکم هست؟
خب با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز شما. من تجربه های دوستان رو شنیدم و میخوام از اینجا بگم که تمام فرهنگا، اجتماع، جغرافیا نظر به همون عنعنات و فرهنگی که داره خب مسلماً متفاوته و فرقای خودشو داره. هرات یه شهر مذهبیه، یه شهر متعصبیه که میشه اینجا به بفور کسانی که دید که بر علیه خانوم ها پا میشن، حتی در کوچکترین چیز. مثلا من خودم تجربه ای که دارم، من الان 2 سال که دارم به طور جدی شعر پورنگرافی یا شعر ارتویک رو می نویسم و این برام واقعا مشکل ساز شده. من هفته پیش در یکی از محافل ادبی که به ترویج بود، ترویج همین دست شعرها بود برای خانوم ها، من رفتم شعری راجع به پریود خوندم و متاسفانه بعد از اینکه ختم محفل شد دیدم در صفحات مجازی بر علیه من نوشته شد و حتی نوشتن که ای کاش ما می بودین اونجا که می شدین خانوم ها از روی صحنه بیاریم پایین و بهم توهین کردن. برای خانوادم تماس اومد، برای پدرم زنگ اومد، بارها به خاطر شعرها و نقدهایی که نوشتم مورد تهدید و اهانت قرار گرفتم. اینجا لحاظ فرهنگی چون ما جهان سوم هستیم و لحاظ مذهبی قیودات یکم بیشتره و همه چیزا دور میخوره و تمرکز میشه روی روحانیان و روی ملهایی که در افغانستان هستن، حرف اول و سخن اول رو ایشون میزنن. و یه چیزی بدتر این که ما الان داریم چند وقت مخصوصا خانوم های افغانستان بله. یک لحظه، مثل اینکه ارتباطمون با اسکایپ مشکل داره، امیدوارم که دوباره برگردیم به خانم یکتا و با ایشون صحبت کنیم. اما تا اون مشکل حل بشه بریم سراغ حکمت الله از فراه. خیلی خوش اومدید به برنامه شما. احیانا نمیدونم تا چه اندازه از صحبت‌های پیشتر رو میشنیدید، نظر شما چی است؟ آیا احیانا تجربه‌ای دارید یا اینکه می‌خواید که درباره دلایل این مسائل اخاذی و این تهدیدایی که میشنیدیم صحبت کنید؟ اولا سلام. ببینید، تجربه هیچ انسان فکر نکنم که از این تجربات فاخر باشه در اواخر، بخاطر که صفحات اجتماعی پیدا شده و زیادتر مردم در این صفحات اجتماعی هست. بخصوص ما هم از این تجربات مستثنا نیستیم، مگر مشکلی که در افغانستان به وجود می آید مشکلی هست که مشکلات فرهنگی و اقتصادی است. زیادتر دخترها به این فکر هست اگر به خانه پدر بمانه و عروسی نشوه، بعد از اینکه وفات پدر شوه او به بار دوش برادر و چیزها به خانواده دیگه می شود که او برای مشکل ساز است. دخترها به این فکر هست که یک بچه خوب را پیدا کنه و با او ازدواج کنه. به او اساس هم را یک پسر سلام و دوستی می کند که از او پسرهای هست که سوء استفاده می کند، که او استفاده می شود که منجر به خودکشی و منجر به این است که بعضی خانواده ها دخترها را بکشه. ما به طور مثال، ما تجربه در غور داریم، ما تجربه در ولایت فرا داریم که هم چون مشکلات به وجود آمد وقتی که فیلم و شاهات یک دختر پخش شد که این دختر با کدام بچه ارتباط تلفنی دارد، او دختر در ولایت فرا کشته شد، یعنی از بین رفت. در به حالت یعنی تماس گرفتن او کشته شد، کجا برسه که حالت ارتباط جنسی در با یک دختر برقرار شود؟ این قدر فرهنگ در این جامعه ما بسیار پایین است، به خاطر که سواد کم است و یکی هم فقر اقتصادی است در جامعه. پس به این اساس اگر ما بخوایم که یک فرهنگ سازی کنیم، اولا باید یک جامعه علمی داشته باشیم، بعد یک جامعه اقتصادی داشته باشیم. این دو مشکلات هست که باید در جامعه ما، هم علم نداریم هم اقتصاد قوی نداریم. وقتی علم قوی داشته نباشیم، یک دختر بسیار آسانی فریب خورده میشه و پسرا هم به این خاطر که نمیتواند که ازدواج کند و فرهنگی است که 9 لک الا 20 لک افغانی که معادلشان به $40,000 میشه، $50,000 یک جوان باید داشته باشه تا یک عروسی کنه، زندگی بد خود بسازه. بسیار خوب، متشکرم هستم از حکمت الله. اجازه بدین که برگردیم به یکتا از هرات. خانم یکتا، حکمت الله هم بحث فرهنگ و بحث سواد رو مطرح میکرد. شما گفتید که یک سری اشعاری مینویسید که این اشعار باعث شده که بعضیا خشمگین بشن. هدفتون از نوشتن این اشعار چی است؟ آیا کار فرهنگی است؟ آیا میخواهید دیدها رو عوض کنید؟ 100%. من با نوشتن این شعرها میخوام که سطح آگاهی رو اول بالا ببرم، مخصوصا در قسمت خانوم ها و همچنین در قسمت آقایون. به غیر از این که من به موضوعات مثل پریود، بکارت خانوم ها و مسائلی که به خانوم ها و زنان مربوط میشه بررسی میکنم، من همچنین در خود فضاهای مجازی به خاطر اینکه
سطح آگاهی بالا بره فعالیت هایی داریم. من مخصوصا از قسمت عکس، خانوم ها نمیتونن به هیچ عنوان، مخصوصا خانوم هایی که شاعرن، وقتی عکس میذاری هویتشون مشخص میشه، میدونن که این خانوم مثلا دارای همچین چهره، دارای همچین مشخصاتیه. اما این اواخر وقتی عکس میذاریم از نظر اجتماعی و فرهنگی و همچنین ملاها و روحانیانی که گفتم مورد آزار و تهدید قرار میگیریم، به این دلیل که نمیذارن عکس نشر بشه و باعث همین میشه که پیجای باز کنن، صفحات مشخصی باز کنن برای خانوم ها. مخصوصا از عکسای خودم دو دفعه از عکسای خودم، عکسای خانوادم فتوشاپ میکنن و اینها را در صفحات مشخصی قرار میذارن، قرار میدن و این باعث میشه که یه تشنجی صفحات مشخص یعنی چه کار میکنن، چه جور فتوشاپی میکنن؟ سرمونو یا قشنگ صورتمونو برمیدارن روی عکسای پرن میگذارن، مونتاژ میکنن روی عکس یک بدن دیگه. بله و البته مشخص این که فتوشاپه، ولی خب به حیثیت یک خانوم و به حیثیت یک خانواده لطمه زده میشه و این باعث میشه که تمام نظرات افراد و دوستانی که پیرامون از اون تغییر بکنه با یه رفتار خیلی بد. آیا خانواده شما بکنن. از این قضیه مطلع شدن؟ واکنششون چه بود؟ بله خانواده من مطلع شدم، مخصوصا پدرم همیشه، من ممنوندار پدرم هستم، خانوادم. به نظر من اگر خانواده هم رای آدم باشه در مرحله اول، مثل شهرهایی مثل هرات و مزار و کابل، خانواده هایی پیدا میشن که از دخترهایشون حمایت بکنن. اما متاسفانه در ولایت و استانهای دیگه منجر به بالاترین خشونت های خانوادگی دارین که به محض اینکه حتی یه تلفن، یه صدا با یه جنس مخالف شروع میشه، حالا عکس که به جدا باشه، شعر پرن که به جدا باشه، میشه باعث خودکشی های خانوادگی میشه، اصلا دخترشون کشته میشه و کسی خبر نمیشه و حتی اطلاع رسانی به رسانه ها داده نمیشه که این دختر به خاطر یه زنگ تلفن با جنس مخالف، یه عکسی که در داخل فیسبوک منتشر شده یا شعری که خونده شده جایی، کشته میشه یا خودکشی میشه و جرایم به شدت در این قسمت از لحاظ خشونت خانوادگی به شدت بالاست. اما خوشبختانه پدر من و فامیل من همیشه حمایت کردن و من ادامه میدم این راهو و خوشحالم که اگر بر علیه من چیزی مینویسن یا صفحاتی مینویسن، چون که من هدفم همینه، هدفم اطلاع رسانیه، هدفم هنجار شکنیه، تابو شکنیه، تا بشه که این حداقل یک ظرفیت سازی در سطح فرهنگی افغانستان صورت بگیره. خیلی متشکرم از شما. ما هم خوشحالیم که شما برخلاف خیلی حداقل از حمایت خانواده‌تون برخوردار هستید. یکتا از هرات بود. از همین حالا شنوندگان رادیو هم به ما پیوستند، به شما خوش آمد میگیم. ساعت 4 هست به وقت گرینیچ و لندن. برنامه امروز ما درباره اخاذی های به خصوص آنلاین هست، تهدید به منتشر کردن تصاویر و فیلم های به اصطلاح خصوصی و محرمانه. اگر شنونده ما هستید، شما هم میتونید در نیم ساعت آینده با ما تماس بگیرید، شاید بتونیم شما رو هم در برنامه شرکت بدیم. بریم سراغ زهرا از فرانسه. ببخشید که معطل شدید. شما احیانا تا چند روز از برنامه رو میشنیدید؟ آیا تجربه مشابهی داشتید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. من تجربم کمی متفاوت هست با چیزهایی که دوستان تعریف کردن. من صدمه ای که خوردم از طرف همسرم بود. 10 سال با هم زندگی کردیم، همیشه مشکل داشتیم، مشکلات متفاوت، ولی مسئله بسیار آزاردهنده که توی زندگیم بود این بود که همسرم حالا به دلایل مفت مطمئن بود برای خودش که من باکره نبودم و به خاطر این هر دفعه که با هم دعوامون میشد این رو به عنوان یه فشار خیلی وحشتناکی روی من استفاده میکرد. و اتفاقی که افتاد و باعث شد که من واقعا تصمیم بگیرم که جدا بشیم این بود که 3 سال پیش رفته بود منزل پدر مادر من و به خانواده من گفته بود که زهرا از اول ازدواجمون باکره نبوده و والا حرفای دیگه‌ای گفته بوده و این باعث شد که من تصمیمم رو بگیرم و گفتم هر هزینه‌ای باشه، هزینه سنگینی بابتش پرداخت کردم، بابت اشتباهاتی که ایشون انجام دادن، ولی تصمیم گرفتم که بپذیرم و جدا بشم. بعد از این بود که تهدیدها شروع شد، تهدیدهایی از بعدی اگر برگردن ایران ممنون خروج میشم. همونطور که میدونید خب داشتن گذرنامه و اجازه سفر خانم‌ها که یکی از مشکلات ما هم هست دست همسر و یا پدر هست که اگر برگردم ایران ممنون خروج میشم، هر کاری که میتونه انجام میده تا من رو به 5 سال محکوم بکنه، در صورتی که هیچ چیزی نداشت، مدرکی نداشت، هیچ واقعیتی وجود نداشت.
بعد دیگه تمام توی تمام روی اینترنت، روی فیسبوک، روی جاهای مختلف عکسای من رو پیدا کرد، پیدا میکرد، میگشت چند تا پروفایل با اسم خودش، نه چند تا پروفایل تقریبی ساخته بود. تمام دوستای من رو دعوت میکرد به دوستی تا ببینه که اگر عکس من هست اینا رو جمع آوری بکنه، که میگفت عکساتو میبرم میذارم چاپ میکنم میذارم خونه، در خونه پدر مادر. یعنی در واقع کسی که بهش اعتماد داشتید همسرتون بود که به اعتماد شما خیانت کرد؟ دقیقاً. و خیلی وحشتناکه، برای اینکه بعد از 10 سال، بعد از این همه سال زندگی کردن کنار یک کسی، انقدر خوب میشناسیش که بتونی خیلی هم خوب بهش صدمه و ضربه بزنی. به خاطر همین این خیلی خیلی درد داره و خیلی سخته تحملش، که از کسی که اعتماد میکنی بهش، از کسی که زندگیت رو میذاری براش، از کسی که پدر بچه هات هست، همچین حرفهایی رو بخواد بهت بگه، خیلی 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 سخته. بعد از این اتفاقها شما خانوادتون های نظرتشون نسبت به شما عوض شد، یا یعنی اینکه به هر حال شما رو پذیرفتند و مشکلی باشون نداشتید؟ نه، من هیچ وقت مشکلی با خانواده من نداشتم، چون خیلی منو میشناسن. خیلی من هرچی باشه، من سالها باز همسرم زندگی کردم، ولی قبل از اینکه همسری روشون باشم خانوادم رو داشتم، بنابراین به من اعتماد داشتن و هیچ مسئله نبود تو این زمینه. ولی این شرم و خجالتی که خودم احساس میکردم که این موضوع موضوعی بود که مثلا بالاخره این مسئله هست، مسئله که مثلا مسئله بود که مسئله جنسی و مسئله از این قبیل. من با خواهرم صحبت میکردم، ولی با خواهرم صحبت میکردم، ولی با پدر مادرم هیچ وقت. بعد این مسئله که طرح بشه، اون هم همچین حالتی که توی ایران دیگه خودتون میدونید، حالت چی میگن، تابو هست و خیلی شرم‌آوره، برای حتی برای خانواده ها و بحث حیثیت بیان میشه و اینها. خیلی برام سخت بود که همچین مسئله ای رو، اون هم مسئله‌ای که واهیه و واقعیت نداره، رو با پدر مادر من به پدر مادر من گفته بود. ولی نه، بعد از این هم من پدر مادرم فقط اولش خیلی، من حتی دیگه نمیتونستم، خجالت میکردم و میکشتم با پدرم صحبت کنم، وقتی میدونستم که این از مسائل رو شنیده و میدونستم که براش خیلی سخت بوده که شنیدن این حرفا. شما توصیه‌تون به اشخاصی مثل خودتون چیه؟ آیا میشد که شما اگر به عقب برمیگشتید، شوهرتون رو یه مقدار، شوهر سابقتون رو بهتر میشناختید که بعد بتونید پیش بینی کنید، یا اینکه واقعا گاهی وقتا قابل پیش بینی نیست که یک فردی در این مقطعی چطور رفتار میکنه و بعد به کل عوض میشه؟ این مسائل قابل پیش بینی نیست. حتی همین مسائل چاپ کردن عکس و مسائل ویدیو گرفتن و اینها، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه افراد یک نقطه ضعفی رو میخوان دستشون باشه که بتونن فرد مقابلشون رو تحت فشار قرار بدن. متاسفانه مسئله یک نفر دو نفر نیست، مسئله جامعه ماست که این بهانه رو میده، این ابزار خاص رو میده دست به خصوص مرد. حالتی زنها هم میشه گفت که میشه گفت همه، ولی تو جامعه ما خیلی خیلی بیشتر مردها هستن که این رو استفاده میکنن. من فکر میکنم که اگر افراد نرن دنبال دیدن عکس، نرن دنبال خبرها، هی نخوان از همه چی سر دریان و بپذیرن که یک مسئله هست که مربوط به حریم خصوصی افراد هست و بهش احترام بذارن، این دیگه برای کسی که بخواد تو استفاده بکنه هیچ چیزی نداره، جذابیتی نداره که بخواد اینو استفاده بکنه ازش و بخواد فشار بیاره. اگر واقعا متشکر هستم از زهرا از فرانسه که این تجربه رو با ما در میون گذاشتن. برگردیم به خانم یکتا از هرات. میشنید قضیه داستان زهرا رو، از بعضی جهات جامعه ایران افغانستان خیلی هم متفاوت نیستن. آیا شما هیچ چشم انداز مثبتی میبینید که در اثر فعالیت های اشخاصی مثل شما که حالا شعر مینویسید یا به هر حال ورود این تکنولوژی ها و ارتباطات با دنیای خارج، در افغانستان ولو به صورت آهسته شرایط یک مقدار بهتر بشه، فرهنگ بازتر بشه؟ الان بعدم که این اتفاق براشون افتاده. بعد من از 5 سال پیش دارم این رو جدی می نویسم، ولی این 2 ساله که من خیلی شعر، خیلی فعالیت هم زیادتر از این 5 سال شده. اما من خیلی دقیق یادمه که 5 سال پیش وقتی داخل یه انجمن شدم، داخل یه محیطی شدم که نشسته بودن از هر قشر جامعه ای، وقتی شعر اولی شعری که خوندم راجع به بکارت بود، همه بهت زده شده بودن و یه جوری شده بودن که مثلا چطور مثلا به خودش اجازه داده
همچین شعری بخونه. ولی الان که 5 سال از اون روز میذره و من مدام هر هفته رفتم و همین شعرها رو خوندم و یا حتی عکس ها ما داخل فیسبوک وقتی انداختم یادمه که هیچ نوع دختر دیگه ای کسی عکس نمیذاشت، مخصوصا تو افغانستان و مخصوصا داخل هرات. ولی الان که من یه مقایسه انجام میدم مثلا از 5 سال پیش، میبینم خانم های بیشتری عکس میذارن داخل فیسبوک و همچنین من الان دیگه شعرم مثلا دیگه الان همه جا میدونن که دختری هست به نام یکتای احمدی داره شعر مینویسه، شعر پر مینویسه، شعر ارتوئیک مینویسه و من با صدای بلند میخونم. ولی عکس العمل ها خیلی کم شده، ولی همیشه مراقبم، چون که وقتی بازم که پشت میز و میکروفون میرم همیشه آمادگی اینو میگیرم که یکی از اون وسط پا بشه و منو از اون بالا بیاره پایین. ولی خب من میبینم این مقایسه‌ای که انجام میدم از 5 سال پیش تا الان واقعا به وضوح دیده میشه که واقعا طرز تفکر مردم فرق کرده و الان حداقل اینه که میگن که خب احترام میذاریم، اگه مخالفم نیستیم، موافقم نیستیم، مخالفم نیستیم. به این جای برای من جای خوشحال کننده است. خیلی ممنون هستم از اینکه در برنامه شرکت کردید. یکتا بود از هرات، خداحافظی میکنم هم با خانم یکتا و هم با حکمت الله و زهرا که از فرانسه با ما صحبت میکرد. بریم سراغ فرانک ببینیم چی برامون دیده و شنیده در اینترنت. نیکولاس، همونطور که یکتا مهمونمونم در موردش صحبت کرد، خیلی مسئله به فرهنگ و سنت و مذهب ربط داره، ولی محدود به یک محدوده جغرافیایی خاص نیست. این موضوع محدود به کشورهای مسلمان خاورمیانه، ایران و افغانستان نیست. من یک توییتیه میخوام بهتون نشون بدم از پلیس یورکشیر در بریتانیا که همین دیروز توییت کرده. این هشتگ سکستورشن، یعنی اخاذی جنسی و سکسی، سکس و با اکستورشن مخلوط دقیقاً کرده. این یه مسئله‌ای که اینجا هم مهمه و پلیس در موردش توییت کرده و گفته که اگر که یک غریبه ای در اینترنت از شما خواست که جلوی روی وبکم کارهای سکسی یا جنسی انجام بدین، باید حواستون باشه این میتونه اخاذی جنسی باشه. پس محدود به یک محدوده جغرافیایی نیست، اینجا هم اتفاق میفته و محدود فقط به یک جنسیت هم نیست. من میخوام این صفحه ویژه سکس شرم و اخاذی خودمون در دنیای آنلاین رو هم یه تبلیغ اینجا بکنم برای مخاطبانمون. ما اینجا مطالب و متن‌های زیادی داریم که میتونید بریم مطالعه بکنید، از تجربه‌های شخصی گرفته تا مقاله‌ها و مسئله تحلیلی. بعد میخوام براتون یک توییتی بخونم از فامیل دور. فامیل دور در این باره گفته: تا وقتی که زن رو به عنوان دارایی مردا میشناسیم، شرم قربانی میگیره. باید یاد بگیریم که بدنه زن مال خودشه، نه شوهرش یا پدرش یا برادرش. این البته باید آدم خاطرنشان بکنه که فقط زنها نیستن که قربانی این مسئله هستن، مردها هم خیلی وقتا قربانی این مسئله شرم و اخاذی جنسی هم تو که قبلا گفتم میشن. البته آمار نشون میده که زنها بیشتر، به خصوص توی جوامع محافظه کار. وبسایتمون داشتیم داستان یک مرد عربی که میگفت که خیلی از عرب‌ها رو هدف میگیرن برای اینکه خانواده‌هاشون اگه این تصاویرشون رو ببینن. حالا اینا مرد بودن. آره، مسئله خیلی تابوی بزرگی است. دقیقاً درسته. خیلی مورد اخاذی قرار میگن روی اسکایپ و روی این چت روم‌های مختلف در فضای آنلاین. یک توییت دیگه‌ای هم داریم از یک کاربر که گفته اینکه عکس یک عکس رو دیگران نباید ببینن مثل حجابی هست که طرف میگوید نامحرم نباید ببیند. یک ارزش خودساخته در شخص و جامعه هست. اینجا دقیقا نمیدونم منظورش. خب شخص، حالا باید ببینیم که منظورش دقیقا چیه، ولی خب شخص حق داره، حق مالکیت داره بر تصویر خودش. دقیقاً. اگر تصویری هست که مال خودشه و به فرد دیگه اعتماد کرده و اون فرستاده، اون فرد نمیتونه که این تصویر رو منتشر کنه. حداقل در غرب این یک جرم محسوب میشه. درسته. و به اسم ریونج پورن یا پورن انتقامی هم ازش خیلی یاد میشه و دوباره بعد الان دارن قانونگذار تازه باش دقیقاً. در خیلی از ایالات‌های آمریکا هنوز قانونی براش نیست، اینجا دارن روش بیشتر کار میکنن. حالا میخوام براتون یه چند تا کامنت هم در فیسبوک بخونم. اسدالله یک گفته که رسول الله میفرماید شرم شاخه‌ای از ایمانه، یکی از نشانه های مسلمانان شرم، حیا و ادب. در جوابش عزیز الله گفته که شرم و حیا مربوط به اسلام نیست، یک پدیده ذاتیه که در سرشت هر انسانی نهفته است. حسین هم گفته این اتفاقات فقط برای خانم ها نمیفته، من خودم توسط دوست دختر تهدید شدم توی همین انگلیس
به انتشار عکس‌های خصوصیم، ولی من در آخر باج ندادم. البته اینی که بعضی‌ها میگن ما باج نمیدیم، پیامدش در کشورهای مختلف و فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف میتونه متفاوت باشه. یه جایی ممکنه خیلی پیامدش سنگین باشه و مجبورن افراد اون هزینه سنگین رو بپردازن. نیما هم در فیسبوک گفته که خب حالا یکی نیست بپرسه آخه دختر چرا این کارا رو می‌کنی؟ اصلا واسه چی از بدنت فیلم گرفتی و برای کسی فرستادی؟ خداییش آدم هر چی به کارهای بعضی از این دخترها فکر می‌کنه می‌بینه باز هم مقصر خودشونه. این از اون حرفای خیلی سوال برانگیز و جنجال برانگیزه، برای اینکه استدلال اونوریش میشه که شما نمیتونی که قربانی رو مقصر بدونی. اگه من به فرضم یادم بره که در خونم و یا در ماشینم رو قفل کنم و کسی بیاد بدزده، در نهایت مقصر باید دزد باشه، نه منی که ولو بی احتیاطی کرده باشم. دقیقاً این مسئله ای که خیلی در موردش بحثه، ولی متاسفانه در خیلی از فرهنگ ها هنوز افرادی که قربانی این قضیه میشن خودشون مقصر در جامعه شناخته میشن. من یک توییت آخر هم براتون بخونم از یاشار که گفته همه به مسائل دینی مربوط میشه، چون دین اسلام خیلی سختگیری میکنه در مورد این گونه اتفاقات و خانواده ها رو وادار میکنه به این کارها، یعنی به اینکه فشار بذارن و از این شرم و آبروریزی افراد رو تحت فشار قرار بدن. بازم برمیگردیم در طول برنامه با نظرها و توییت های شما. برگردیم فعلا به نیکلاس. مرسی از فرانک. از سری ویدیوهایی که میگفتم یکی دیگه از این ویدیوها رو ببینیم که یکی دو تا تجربه از مخاطبان ما درش ذکر شده. 24 سالم بود، میشناختمش، رفتم خونش. 3 پسر دیگه هم اونجا بودن، به من تجاوز کردن، فیلمم گرفتن. پر از نفرت و خشم بودم. رفتم دادگاه، با دادستان حرف زدم و التماس میکردم که فقط پدر و مادرم نفهمن. همشون میدونستن که خودم به اون خونه رفتم. برای همین از منشی دادستان گرفته تا سربازی که نامه رو برای دادستان میبرد، توهین‌های زیادی بهم کردن. فقط یه بار دادگاه رفتم و دیگه دنبال شکایت رو نگرفتم. خوشبختانه هیچ فیلمی از من پخش نشد. در واقع هر دوی ما دانشجو بودیم و این باعث میشد که من هر روز ایشونو ببینم و خیلی برام سخت بود، این موضوع تحت فشار بودم و فهمیدم که در واقع بلافاصله بعد از به هم زدن با من با کسی دیگه ای دوست شده. برای من سخت بود این مسئله که منم تصمیم گرفتم جبران کنم، چون حس کردم تحقیر شدم. واسه همین عکسایی که ازشون داشتم رو به دوستای ایشون نشون دادم. خب باعث شدش که دوستی ایشون با چند تا از دوستای صمیمیش به هم بخوره. خب یکی از این ویدیوها بود. اجازه بدین که بریم سراغ شرکت کننده‌های بعدی تلفنی ما. از تهران بهزاد رو داریم و فرخ هم باز از تهران به ما ملحق میشه. با بهزاد شروع کنیم. خیلی خوش اومدید به برنامه شما. احیانا چه تجربه‌ای دارین که برای ما تعریف کنید؟ تشکر میکنم، ممنون. از حضور شما من صحبت‌های بقیه دوستانی که مصاحبه گرفتید ازشون رو شنیدم. منتها تجربه‌ای که من دارم یه قدری متفاوته. توی ایران، توی جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک پلیس ایران و دستگاه قضایی ایران با هم برای رسیدن یک سری اهداف و مقاصدی که برای خودشون تعریف شده هست، از این دست اطلاعات استفاده میکنن. پارسال برای من یک قضیه پیش آمد به توسط پلیس بازداشتی برای من اتفاق افتاد و من متوجه شدم که طی بازجویی‌های اینها از 3 سال پیش متن تمام چت‌های من توی تلگرام، واتساپ، لاین، مخصوصا توی شبکه مخابرات، اینا رو همه رو مرتب کردن، در آوردن تکستش رو و اگر عکس و مطلبی هم بوده توی تلگرام همه رو دسترسی داشتن، در رو بردن و یه پرونده عریض و طویلی درست کردن جلوی من گذاشتن که ما یه همچین مطالبی از شما در رو بردیم، اگر چنانچه در یک حوزه امنیت اطلاعاتی اگر با ما همکاری نکنید، اینها رو ما براتون یه پرونده اخلاقی سنگین درست میکنیم و مجازاتش حداقلش میتونه اعدام باشه. خب من اون موقع تو شرایط بازداشت خیلی اطلاع نداشتم که به حساب این چیزهایی که آقایون پلیس ها حتی توی دادگاه اون کسی که به عنوان بازپرس با من صحبت میکرد
این مستندات رو به قول خودشون مستندات قانونی، اینها خیلی نمیتونه منتج توی پروسه دادرسی منتج به صدور حکم برای قاضی باشه. منتها من چون هم از حکم سنگینی که بهش تحدید شده بودم که گفتن قاضی هم در اختیار ماست، صراحتا پلیسا میگفتن که قاضی هر چیزی که ما بخوایم، هر حکمی که ما بخوایم در میاره برام، و هم بابت بازتاب اون توی خانواده و توی جامعه کاری که من درش هستم، به ناچار این اطلاعات رو که میخواستن رو بهشون دادم، اطلاعات رو که میخواستن بهشون دادم و تقریبا دست از سرم برداشتن. یعنی به اصطلاح متشکر هستم از بهزاد در تهران. بریم سر وقت فرخ. فرخ، میشنیدی که بهزاد میگفتش که این فردی نبود که باش احیانا عکس مبادله میکرد یا چت میکرد که به اعتمادش خیانت کرده، بلکه برعکس همون پلیس یا قوه قضایی که احیانا بعد آدم بهش پناه ببره تهدید میکردن که این از این عکس ها و از این چت ها سوء استفاده کنن و اونها رو منتشر کنن. شما کلا درباره موضوع چه فکر میکنید؟ احیانا چه تجربه‌ای داشتید یا نظرتون چی است درباره این پدیده؟ سلام، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشین. سلام به شما. سپاس از اینکه رسانه بی بی سی که جامعه هدفش جامعه فرهیختگانه به این موضوع میپردازه. امیدوارم که پرداختنش به این موضوعات محدود به مناسبت‌ها نباشه و در آینده بیشتر گسترش پیدا بکنه. عارضم به حضور شما که بنده به شخص تجربه شخصی در خصوص اخاذی و یا اینکه مقابله کردن با این جور موضوعات رو نداشتم، ولی با توجه به طیف گسترده‌ای که الان در این گفتگوهایی که منتشر کردید اظهار شده، از کسی که حتی از طرف همسرش در معرض تهدید قرار گرفته، گروه دیگه از مخاطبان این نوع در حقیقت وقوعاتی که منجر به شر میشه هستند، مثل گروه هموسکسوال ها. من خودم شخصا هموسکسوال هستم. طبعا میدونید که طبیعت هموسکسوال در ایران یک طبیعت تابویی هست، جویی هست که جامعه نسبت بهش یک واکنش منفی داده، و از این حیث من خودم به شخصه در معرض این هستم که فردا روز خانواده‌ام و یا محیط کارم بخواد در معرض این قرار بگیرن که من رو به واسطه این که بنا به تمایلات جنسیم متفاوت هستم در معرض پاسخ قرار بدن، و این خب طبعا برای من سخت خواهد بود. ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما خودمون رو بتونیم نسبت به اینجور مسائل مقاوم بکنیم، یه جوری باشه که بتونیم خودمون رو طوری تعریف بکنیم که در آینده چنانچه مشکلی پیش اومد بتونیم حمله یک نوع مواجهه پیشگیرانه با موضوع داشته باشیم. من خب خودتون میدونید که جامعه هموسکسوال ها به لحاظ طبیعتی که دارن نمیتونن تو جامعه به راحتی فعالیت بکنن و ناگزیرن که از طریق شبکه‌های اجتماعی فعال باشن. من خودم خب طبعا به واسطه شبکه‌های اجتماعی در این گروه فعال هستم و این احتمال رو میدم که فردا روز عکس‌های یا حتی عرضم به حضور شما که گفتگوهایی اصلا در خصوص نوع گرایش جنسیم در معرض تهدید قرار بگیره که بخواد برای خانواده‌ام آشکارسازی بشه یا برای محیط کارم آشکارسازی بشه. خودم طبعا رغبتی ندارم که بخوام این موضوع رو آشکارسازی بکنم، به خاطر اینکه معتقدم که گرایشات جنسی یک طرف، تمایلات یک طرف، تا موقعی که منجر به آزار به کس دیگه نشه شرم نیست. شرم اینه که من بخوام کاری انجام بدم که منجر به آزار دیگران بشه. از این حیث خودم رو طبعا با این موضوع نسبت سعی کردم که یک نوع به نوعی مقاوم بکنم. سعی خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم جملتون رو تموم کنید. بفرمایید. در آینده چنانچه اگر بخواد این موضوع بخواد در معرض تهدید قرار بگیره که بخوان اینو به خانواده‌ام یا به محیط کارم آشکار بکنن، من پیشا پیش خودم این فرآیند رو برای خودم تعریف کرده باشم یا آمادگی رو در خودم ایجاد کرده باشم که بخوام این موضوع رو برای خانواده یا نزدیکانم آشکار بکنم، بدون اینکه احساس شرم بهش داشته باشم، به خاطر اینکه هیچ شرمی توش نیست. شرم اونیه که من بخوام به کسی آزار برسونم، به کسی، به انسانی
خلاف طبعش، خلاف میلش بخوام آزار برسونم. این فرهنگسازی باید در جامعه ما اتفاق بیفته و اعتقاد دارم که ما باید از خودمون شروع بکنیم. رسانه‌ها در این زمینه باید بسیار فعال بشن و به طور خاص رسانه‌هایی که با طبقه فرهیختگان در طرفم به طور خاص شبکه بی بی سی نسبت به این قضیه بیشتر مسئول هست. خیلی متشکر هستم، لطف دارید. من خدافظی میکنم از هم بهزاد و هم فرخ از تهران که با ما نظرشون رو مطرح کردن. یکی دیگه از اون کلیپ ها رو که تجربه مخاطبان ما هست با هم ببینیم. توی محل کارم با خانومی آشنا شدم که هر وقت بهش تلفن میکردم و ازش میپرسیدم کجا بودی یا چی کار میکردی، یا میگفت مسجد بودم یا سر نماز بودم یا داشتم دعا میخوندم. بعدا معلوم شد که اینا همش فیلم و ادا بود که اعتماد منو به خودش جلب کنه. ماجرای ما کشید به دعوت نهار و قدم زدن و خلوت کردن. بعضی وقتا میومد اداره و اصرار داشت در اتاق رو ببندم و از اون حرفا و حسا با هم داشته باشیم. ولی من از اینکه توسط همکارام دست بیفتم و از اینکه آبروی حرفه‌ایم به باد بره شدیداً ترس داشتم. حدود یک سال با هم رابطه داشتیم و چندین بار به خونش رفتم. با هم فیلم و عکس هم داشتیم. از وقتی که به یه تقاضای مالیش جواب منفی دادم، منو تهدید کرد که فیلم‌ها و عکس‌ها رو بزنم نشون میده و بین همکاران پخش میکنه. درخواسته مالیش هم تمومی نداره. توی اپ بی تاک با یه پسر آشنا شدم. بعد یه مدت متوجه شدم شخصیت درستی نداره. میخواستم رابطه‌ای که فقط تلفنی بود و تموم کنم که یهو گفت من تمام عکس‌های پروفایل تو، عکسی که برام فرستادی رو دارم. اگه فردا نیای ببینمت عکساتو پخش میکنم. جدی نگرفتم تا اینکه عکسامو گذاشت روی پروفایلش توی واتساپ، تلگرام، اینستاگرام. التماسش کردم که بردار. گفت باید بیای، فقط میخوام صحبت کنیم. منم روز بعدش رفتم. بعد از چند دقیقه چرخیدم با ماشین دیدم داره جایی میره که من بلد نیستم. یهو وارد یه بنبست شد. در پارکینگ خونه ته بنبست رو یکی باز کرد. خیلی التماسش کردم که بذاره برم. برای اینکه گریه نکنم و ساکتم کنه منو میزد. بعد مجبورم کرد برم داخل. هیچ کس اون اطراف نبود. بعد از این خیلی افسرده بودم. تا الانش هم به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم. فکر اینکه مردی بخواد تو زندگیم بیاد آزارم میده. ضربه‌ای که من خوردم جبران ناپذیره. خب بریم سراغ دو شرکت کننده دیگه. اشکان رو داریم از ایران و لیدا از لندن. سلام میکنم به اشکان از ایران. ببخشید که وقتمون کمه در آخر برنامه، خواهش میکنم تجربتون رو سریع بفرمایید. ببخشید من خیلی کم از وقت، خواهش میکنم یه خورده بیشتر من وقت بدید. من حدود 3 سال پیش با دختری رفتم توی رابطه که برای ازدواج بود. اینطور که من تمام اقوامم، تمام دوستانم، تمام کسایی که داشتن از این رابطه خبر داشتن، اما خانواده دختر نمیدونست و دختر یه جوری با من پیمان بسته بود که من وفادار بمونه، تا ابد با من بمونه، قول ازدواج داده بود خیانت نکنه و شرایط من رو میدونست، شرایط مالی ضعیفم رو میدونست، شرایط اجتماعی فرهنگی همه اینا رو قبول کرده بود. یه چند تا دوست اجتماعی داشت که من به اینا مشکوک بودم. حقیقتش یه مدت گذشت که من تونستم از این طریق خلاصه بفهمم که خانوم رابطه جنسی داشته با یکی از دوستای اجتماعیش وقتی که با من در رابطه بوده، وقتی که به من قول ازدواج داده. همین مثلا باعث شد که من خیلی ناراحت بشم و مقدار زیادی، حدود 1000 تا عکس داشتیم ما با هم، عکس‌های مختلف در شرایط مختلف، عکس‌های برهنه شده داشتم. همین چند وقت پیش بود که میخواستم این عکس رو در فضای مجازی واسه خانواده خودش منتشر کنم، واسه اقوامش، واسه دوستای نزدیکش، واسه فامیلش. اما با خودم هنوز این تصمیم رو نگرفتم که این خانم رو ببخشم. دلیل من واسه این که همچین کاری میخواستم بکنم اینه که وقتی که دوز میاد به خونه شما، وقتی دوز میاد خونه شما چیزی ازتون میدوزه و زخم رو صورتتون میدوزه، این یه حق ایجاد کرده هم واسه شما، این یک حق زایر شده است. کسی هم که میاد قلب تو بازی میگیره، روح تو بازی میگیره، خود خیانت میکنه، ببینه که بهش خیانت کنی، بدونه که اون کاری ازش انجام بدی، اون به روح تجاوز کرده. همونطور که میگه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از اشکان. امیدوارم که شما هم به عواقب تصمیم احتمالیتون خوب فکر کنید. لیدا از لندن، شنیدید اشکان چی میگفت؟ احیانا نظر شما چی است؟ سلام، خسته نباشین.
خب چیزایی که ایشون گفتن درست بود. خب من فکر میکنم که تلاششون که بود که ببخشن این خانومو، ولی من تو وقتشون کم هستش دارم میخواستم در مورد این مشکل خودم صحبت بکنم که این مسئله برای دختر من 30 ثانیه وقت داریم حدودا پیش اومد. و من این با یه آقای در ارتباط با یه پسر دوست بوده 4-5 سال، بعد 4-5 سال رابطه دختر من نخواست ادامه بده، بعد قطع رابطه کرد و این پسرم تهدیدش کرد و تمام فیلمایی که داشت، عکسایی که داشت رو اینستاگرام و رو فیسبوک گذاشت. خب خیلی ناراحت کننده برای من و دخترم. من خیلی ناراحت شدم، به پلیس لندن شکایت کردم، دنبال قضیه رو گرفتم، ولی هیچ چیزی انجام نشد. فقط در حد این بودش که اون پسره رو بندش کرده بودن که به دختر من تماس نگیره، دور و بر خونه ما نیاد، دور و بر دارشگاه دختر من نره. فقط در همین حد، یعنی کار زیادی انجام ندادن، هیچ کاری صورت نگرفت. چون جرم این کار مثل رایت کردن میمونه. علاقه من این بودش که با پلیس به هر حال یه اقدامی بکنه، حداقل زندانی یا اینکه به دادگاه کشیده بشه این قضیه، ولی اقدامی صورت نگرفت. بسیار خوب، متشکر هستم از لیدا. ببخشید که در آخر برنامه فرصت نداشتیم که با شما صحبت بیشتری داشته باشیم. از جانب فرانک امیدی هم خداحافظی میکنم که نتونستیم دوباره بهش برگردیم. ببخشید اگه صحبت شما هم نشد که در برنامه مطرح بشه، میتونید همچنان روی شبکه‌های اجتماعی احیانا واکنش نشون بدید و ادامه این بحث رو روی صفحه ویژه ما، صفحه با عنوان شرم، مطالعه کنید و درش شرکت کنید. تا برنامه بعدی مواظب خودتون باشید. خداحافظ همه شما.